درود بر شما. ششم شهریور ماه 1394 خورشیدی و 28 اوت 2015 میلادی. در صفحه آخر امشب میریم سراغ پرونده سعید مرتضوی. اینا فقط تیترای اون پرونده است. دادستان پیشین تهران بود، معاون پیشین دادستان کل کشور بود و کلی کارهای دیگه. پرده آخرم که خواهیم داشت طبق معمول در آخر برنامه. از 2 سال پیش حدوداً دادگاه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی شروع شد. 28 مرداد 94 همین چند روز پیش حکمش اعلام شد. من دفاعیاتم را در 51 صفحه لایحه ارائه کردم. با 2 کیفر خاص، یکی مربوط به ماجرای کهریزک که دادگاه وی را تبرئه کرد و دیگری به زمانی برمیگشت که سعید مرتضوی شده بود مدیر عامل تامین اجتماعی. خب اول به همین قسمت پروندهش درباره کهریزک بپردازیم، بعد میریم سراغ بخش دوم درباره تامین اجتماعی. به هر حال تا حدودی که فرصت اجازه میداد، منتها همه اینا بعد از این که من یه مختصری بگم برای کسایی که احیانا نمیدونن که مرتضوی از کجا آمده. سعید مرتضوی الان 48 سالشه، بچه میبد یزد. 16 سالشه که میره تو بسیج، جزو بسیج میشه، جزو سهمیه بسیج، بدون کنکور میره دانشگاه آزاد تفت. همون موقع قوه قضاییه اعلام میکنه کارآموز میپذیره، به عنوان کارآموز استخدام میشه در شهر بابک، میفرسنش اونجا و در اونجا میشه دادیار و مسئول واحد اجرای احکام، یا دادرس و مسئول واحد اجرای احکام. ماه بعدم میشه رئیس دادگاه حقوقی شهر بابک. یعنی از همون اول خیلی از خودش لیاقت نشون میده که بلافاصله میشه رئیس دادگاه حقوقی شهر بابک. اون موقع چند سالشه؟ 20 سالشه. عباس علی علیزاده که الان عضو یکی از شعبه های دیوان عالی قضایی است، اون موقع رئیس دادگستری استان کرمان بود. مرتضوی رو در واقع ایشون، آقای عباس علی علیزاده، ایشون اون موقع مرتضوی رو ظاهرا کشف میکنه، در واقع به عنوان یک آدمی که به بیرحمانه ترین شکلی خواست بالادستیاش رو انجام میده. عرض کردم رئیس دایره اجرای احکام بود، خودی و غیر خودی هم نمیشناسه مرتضوی. کافی رئیسش بهش بگه که اون موقع رئیسش همین آقای علیزاده بود، چون شهر بابک میدونید تو استان کرمان دیگه. نمونه ها از بیرحمی های مرتضوی در مقام رئیس دادگاه عمومی شهر بابک و کارهای آشکارا خلاف قانون خودشون تو استان کرمان کم نیست و مردم محلی خوب میدونن. من لازم است که جزئیات رو بگم، منتها بذارین در فرصت مناسب تری بپردازیم به این جزئیات. فقط یه نمونه بگم درباره زمانی که ایشون دادستان تهران بود، یعنی 82 تا 88. تو همین دوره به عنوان دادستان، حتی در مقام دادستان تهران، خودش رأساً میاد تو خیابون میومد. موقع اعدامای جرثقیلی که متاسفانه هنوزم کماکان کم و بیش ادامه داره، آقای مرتضوی خودش میومد همونجا تو محل حکم جاری میکرد. در 4 فقره ایراد ضرب و جرح عمدی از طریق تیراندازی با سلاح گرم در جریان دقت مسلحانه بوده و اتهام دیگه مشارکت در 5 فقره دقت مسلحانه از بانک بوده که بانک‌هاش بانک ملی شعبه آهنگ، بانک شعبه امامت، بانک شعبه نوشنام. بزرگ شجاع و پاکدامن ما باری
حجت الاسلام عباس علی علیزاده رئیس وقت دادگستری کرمان استان کرمان جناب سعید مرتضوی رو معرفی میکنه به محمد یزدی، آیت الله محمد یزدی که اون موقع رئیس قوه قضاییه بود و یزدی هم مرتضوی رو میاره مرکز که در تهران میشود دستیار اسدالله بادامچیان از سران مؤتلفه که اون موقع معاون سیاسی محمد یزدی رئیس قوه بود. تا همون موقع ها تقریبا بخش مهمی از دستگاه قضایی دست همین مؤتلفه یا بود. میدانی جریان مؤتلفه هویتش با سنتی ترین بخش بازار تعریف میشه. مؤتلفه همون جریان است که زمان شاه حسن علی منصور نخست وزیر رو ترور کرد و در ماجراهای سال 42 خیلی فعال بود، از طرفدار پروپاقرص آیت الله خمینی بود و سال 88 هم از رئیس جمهور شدن احمدی نژاد حمایت کرد. رسما نمیدونم اعلامیه داد 6 تا دلیل داریم در حمایت از احمدی نژاد. به هر حال اینا منظورم اینه که در یک جا به هم میرسن. سعید مرتضوی میشود وردست اسدالله بادامچیان در معاونت سیاسی قوه قضاییه. سال 73 27 سالش مرتضوی با حکم محمد یزدی میشه رئیس دادگاه عمومی تهران و بعد دادگاه مطبوعات. همون موقع شعبه معروف 1410 که با انحلال دادگستری به دست محمد یزدی دادگستری منحل شده بود، تو اون 10 ساله آقای یزدی که شد رئیس قوه قضاییه دادگستری منحل کرد، دادسرا و دادگستری منحل کرد، به جاش این دادگاه تشکیل میشه که 1410 خیلی معروف بود، دادگاه مطبوعات بود، شد آقای دادگاه 1410 به ریاست سعید مرتضوی شد قاتل مطبوعات و بیشترین مطبوعات به صورت فله‌ای به قول معروف بیش از 120 نشریه بلافاصله توقف میشه، روزنامه‌نگارا میافتن زندان و اینها. به هر حال دوره سیاه مطبوعات در اون موقع هست. اون 10 سال تلخی که گذشت، یعنی دادگاه‌های عمومی حاکم شدن و دادسرا هست شد، خب دوره خیلی سیاهی بود. در اون دوره شعبه تشکیل شد به اسم 1410 و این شعبه در مجموعه ای بود به اسم کارکنان دولت، یعنی همون دیوان کیفر سابق در زمان رژیم شاه رو آوردیم در دادسرایی که همکنون هم داریمش، البته اون مقصود دادسرا هست، رو در دادگاه شد شعبه 1410. این شعبه و یکی دو تا شعبه دیگه هم تشکیل شد، اما بار اصلی به دوش این شعبه بود، رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی. اصل 168 قانون اساسی میگه رسیدگی به دعاوی سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه‌های دادگستری و رسیدگیشون علنیه. ما هنوز تا این لحظه در سیاسی ترین کشور دنیا که حتی هواش و آبش هم به قول آقای روحانی دیگه سیاسی شده، ما جرم سیاسی رو متاسفانه تعریف نکردیم. به این گناهش گردن هر سه قوه است، قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه، چون هر سه میتوانستند جرم سیاسی رو تعریف کنن و قانونش بنویسن. اما راجع به مطبوعات ننوشتیم. از همون سال 58 قانون مطبوعات نوشته شد، هیئت منصفه تشکیل شد و از بعد از سال 76 برخورد شدیدی با مطبوعات شد. خب قانون مطبوعات به گفته آقای دکتر نعمت احمدی نوشته شد هم اصلا سال 58 و بر اساس اون قانون عمل شد. چه فرقی کرد؟ مثلا برخورد مرتضوی با شمس الواعظی از مهمترین روزنامه‌نگارای ایران انصافا تو همون دهه 70، این برخوردش بر اساس چه قانونی بود؟ صحبتی بود، یکی از چیزا نوشته بود که کسانی که با مثلا بی بی سی صحبت کنن بی بی سی دستمزد صحبت هم میده. این شمس گوخو میگه اشکالی داره؟ ما تو دادگاه این گمنده این خوندم هر که با بی بی سی صحبت کنه، شمس گفت که اشکالی داره اگر یکی تخصص خودش رو چیز میکنه در چارچوب قانون. یه کاغذ بعد شما گفتش که تا به حال با بی بی سی صحبت کردی گرفتی؟ چون گفتی هر کی صحبت کنه پول میگیره. شمس برگشت گفتش که من که نگرفتم. گفت میدونی کی گرفته؟ یعنی چی آقا؟ میگم من کار حسابدار دیگرانم. گفت آقای شمس این به درد من نمیخوره، این جواب تو. گفت چیکار شون؟ گفت پارش کن. من نشسته بودم، شمس اومد کاغذ رو چهار تیکش کرد، یعنی از این از وسط دوباره از این از بالا پا شد اومد پایین، کاغذ رو برداشت برد بالا چسب زد بهش. آقای شمس شما متهم هستید به تخریب اموال دولت. سر همین بازداشتش کرد.
بله. دکتر نعمت احمدی، آدم استخون خورد کرده است، هم تو دستگاه قضایی ایران به عنوان وکیل دادگستری، هم در دانشگاه به عنوان استاد حقوق. حکومت خب جلو چش مردم، جلو چشم این حقوقدانا و روزنامه‌نگارایی که شنیدین داستانش، هر کار خلاف قانونی خواسته کرده. هیچ وقت نشده که حقوقدانایی مثل دکتر نعمت احمدی از کارهای سعید مرتضوی که دادستان تهران بود شکایت بکنن، مثلا به رئیس قوه قضاییه. ببینید، من اصولا اعتقادی به شکایت ندارم. گفت چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟ من هیچ موقع اعتقادی ندارم که می شود از افرادی که پست‌های حساس و کلیدی دارن به دستگاه قضایی شکایت کرد. سال 78 آیت الله شاهرودی می شود رئیس قوه قضاییه و با حکم شاهرودی از اردیبهشت 82 مرتضوی میشه دادستان عمومی و انقلاب تهران. یعنی چی؟ یعنی در بالا آوردن مرتضوی، در بالا آوردنش ببخشید، این در بالا آوردن مرتضوی هم تو حرفای دو پهلو بود. به هر حال در رشد سریع مرتضوی در دستگاه قضایی، آدمایی که بیش از بقیه امین رهبران دست داشتن، یزدی، شاهرودی و بعد صادق لاریجانی که تا میشه رئیس قوه قضاییه سال 88 سعید مرتضوی رو میکنه معاون دادستان کل کشور. تو این فاصله 10-15 ساله خدمت مرتضوی به نظام مقدس در تهران خدمات بسیار کرده. البته یکیش که بسیار محبوبش کرد پیش رهبر سال 79 بود. آیت الله خامنه ای مطبوعات دوره خاتمی رو پایگاه دشمن اعلام کرده بود و مرتضوی هم این پایگاه دشمن رو بست. همون دوره سیاهی که ازش صحبت میشه. سال 81 تا 88 که میشه دادستان تهران و هر کی هم صداش در اومد، خودش به عنوان سرباز وفادار ولایت رفت سراغش. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار روزنامه اعتماد که نزدیک 3 ماه زندان بود و زیر شکنجه برای اعترافات اجباری. اون مرحله آخر، در واقع مرحله نشر اعترافات اجباری هست که برای ما در دفتر دادستان تهران آقای سعید مرتضوی در واقع انجام شد و ایشون ما رو در واقع 3 روز پیاپی خواست. البته یه روز شما نبودم، گفت که شما یا به زندان طویل المدت محکوم خواهید شد و همین الان ماشین هست میتونه شما رو ببره، ضمن این که برای خانوادتون ممکنه اتفاقی بیفته. هزاران نفر تصادف میکنن، این عبارت ایشون بود، با هزاران نفر در این کشور تصادف میکنن، ممکنه هر کسی به هر حال اتوبوسی، کامیونی، ماشینی بزنه و طرف بکشه. اگر با نظام باشید همه چی دارید و اگر نباشید از زندگی کلن ساقط میشید. ایشون همونجا گفت که من یک ربع این مملکت هستم، یعنی در واقع یک چهارم، که این موضوعیه که ما با آقای شاهرودی هم در میان گذاشتیم و ایشون گفت که آقای مرتضوی به شما نگفت که اون 3 ربع دیگه کی هستن. این به این نشان من میخوام یادآوری بکنم این قضیه رو. و آقای مرتضوی اون روز به ما گفت که شما باید برید. البته توقع ایشون خیلی بیشتر بود، ولی ما سعی کردیم که یه مقداری ملایم‌تر در واقع حرفا رو بزنیم. گفت که الان میرید همین بیرون، خبرنگارا میان و شما باید اون بحثایی رو که اعترافات اجباری رو که در واقع، البته ایشون یه کلمه اجباری رو استفاده نمی‌کرد، که در بازداشت و انجام دادین، اینجا باید بگین. و حتی یادمه که ایشون یه کاغذی رو تو دستش گرفت، برد بالا و گفت که اینجوری باید فیلم بازی بکنید و بگید که مثلا آقای محمدرضا خاتمی ما رو فریب داد، مصطفی تایزاده ما رو فریب داد، یا مثلا آقای علی مزرویی تو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران باعث شد که ما این مطالب رو بنویسیم. یه بحثای اینجوری بود. این گفتگوی بود 6 سال پیش با شهرام رفیع‌زاده من داشتم. همینجا شهرام رفیع‌زاده میگه که مرتضوی میخواست یه مشکل دیگرش هم با ما حل بکنه. اون موقع پرونده قتل زهرا کاظمی هنوز جریان داشت، خبرنگار ایرانی تابعیت کانادا رو داشت، بعد آمده بود ایران و میدانید که بارها و بارها صحبت کردیم که حالا ادامه‌ش هم در ادامه برنامه خواهید دانست که چه بلایی سرش میاره آقای مرتضوی. و آقای مرتضوی از شهرام رفیع‌زاده و دیگر روزنامه‌نگارانی که گرفته بود
میخواد که اعتراف بکنن که زهرا کاظمی در رابطه با رهبران اصلاح طلب آمده به ایران و علیه نظام کار میکرده و از این حرفا. تیر 82 زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی تبعی کانادا داشته از خانواده زندانی ها دم در اوین عکس میگرفته که میگیرن میزنش تو اوین. ببین بقیه ماجرا رو از محسن آرمین نماینده مجلس ششم بشنوید که از تریبون علنی مجلس این صحبت رو پخش شد. خانم زهرا کاظمی خبرنگار تبعی کشور کانادا روز دوم تیر ماه در مقابل زندان اوین و هنگامی که مشغول گرفتن عکس از تجمع خانواده های بازداشتگان بود با ضرب و شتم دستگیر می‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری، توجه به آبرو و حیثیت کشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلفی که این خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند، حکم بازداشت وی را صادر می‌کند. پس از دو روز بازجویی، یعنی در روز چهارم تیر ماه، به دلیل نامعلومی وی را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر موجب مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین عودت داده می‌شود و پس از چند ساعت از وزارت اطلاعات می‌خواهند او را تحویل بگیرند. به گفته مقامات وزارت اطلاعات، این وزارت اعلام می‌کند بازداشت وی ضرورت ندارد. ایشان را به محل اقامت خود بفرستید و ما در همانجا از او بازجویی می‌کنیم. اما قاضی مرتضوی نمی‌پذیرد و وزارت را ملزم به تحویل گرفتن وی می‌کند. زهرا کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی می‌کند. پنجم تیر ماه ساعت 12 شب وی را به بیمارستان منتقل می‌کنند و ساعت 6 صبح روز بعد، یعنی روز ششم، حالش وخیم شده و به علت خونریزی مغزی به کما می رود و دچار مرگ مغزی می شود. علت خونریزی ضربه مغزی و شکستگی جنجنه تشخیص داده می شود. زهرا کاظمی تا روز 19 تیر ماه علی‌رغم مرگ مغزی در دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری می شود و پس از این تاریخ مرگ وی اعلام می گردد. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی خارج از حیطه مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه فوت وی را به علت سکته مغزی اعلام کند. وی پس از مصاحبه مدیر کل مذکور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعاً مخابره کند. تمامی اطلاعاتی که می‌دهم مستند و دقیق است. به گفته خانواده زهرا کاظمی، دادستانی اصرار به دفن سریع وی داشته است. همکاران عزیز، من میدانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دستنشینی اقداماتی بزند. چرا فردی را به عنوان دادستان تهران انتخاب میکنند که به چیزی جز دستگیری و بازداشت افراد و اخذ اعتراف از آنها نمیاندیشد و برای فعالان سیاسی و مطبوعات هیچ حقوقی قائل نیست؟ چرا علی‌رغم وجود قضات با تجربه و شریف در قوه قضایی جوانی که سابقه‌ای در انقلاب ندارد و احکامش در دوران قضاوت تقریباً بدون استثنا نقض شده است باید به چنین مقامی محسوب شود؟ قاضی مرتضوی و حامیانش باید برکنار و در دادگاه به اعمال آنها رسیدگی شود. حالا جواب این چراهای آقای آرمین رو می‌بینیم در طول برنامه. نتیجه این افشاگری ها چی میشه؟ محسن آرمین و همفکراش تا امروز نتونستن هنوز در هیئت حاکمه قد راست کنن، جنگ مغلوبه میشه و اصلا این کاران برای همون جنگ قدرت بود که اصلاح طلبا رو پس بزنن. سعید مرتضوی اما در سمت دادستان تهران سال 83 جایزه مدیر نمونه کشور رو میگیره، همون سالی که فروش سوالای کنکور توسط او و چند نفر دیگه یک بحرانی ایجاد میکنه و قضیه کشیده میشه به مجلس. این داستان از قبلش ادامه داشته، منتها چون ماجرا سرنخش دست خود مرتضوی بود به عنوان دادستان تهران کش پیدا میکنه و اصل ماجرا فاش نمیشه تا سال 85 که علیرضا زاکانی از مطرح ترین چهره های اصولگرای چند دوره مجلس میشه رئیس هیئت تحقیق و تفحص از آموزش عالی کشور. رفته بود پرونده علیه جاسوسی از اطرافیای رفسنجانی و رئیس وقت دانشگاه آزاد رو بررسی کنه، پرونده علیه اون درست کنن تو همون جنگ قدرتی که هست، که دید به اوضاع خرابتر از این هاست. تو گزارشش زاکانی نوشت دادستان تهران یعنی مرتضوی با مفقود کردن پرونده ها
و عدم ثبت آنها در دفاتر دادستانی موجب کور کردن سرنخهای پرونده شده است. مرتضوی همچنین پرونده متهمان را به شعبه مورد نظر خود فرستاده و باعث شده که احکام سبکی در مورد آنها صادر شود. چقدر درآمد داره این فروش سوال کنکور؟ شهریار مشیری عضو کنسین آموزش مجلس میگه، میگه سالانه حدود 400 میلیارد تومان هزینه کلاس‌های کنکور و خرید و فروش سوالات کنکور می‌شود. دیگه خودتون برین دنبال بقیه‌اش. شهریور 89 مرتضوی به دلیل شکایتایی که علیش در پیوند با جنایات کهریزک شده بود با دو تا قاضی مربوط دیگر حیدری فرد و حداد معلق میشن. 17 بهمن 91 بعد از اینکه فیلم مخفی و شنود جلسه با فاضل لاریجانی رو پخش میکنه که تو مجلس پخش شد و بارها دیدین، میگیرنش بعد از کلی شکایت و مثلا تحقیق و بازپرسی و غیره، حالا یعنی به اسم متهم کهریزک، چون به هر حال علی فاضل لاریجانی بود، بر رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی، بر رئیس مجلس علی لاریجانی باری. صبح 17 بهمن 91 میگیرنش میبرنش اوین. همون روز صادق لاریجانی رو رهبر فرا میخونه و بهش دستور میده مرتضوی باید آزاد بشه و همون روز عصرش مرتضوی آزاد میشه. حالا هم در این باره هم درباره فاضل لاریجانی برسیم خواهم گفت، ولی در این باره به ویژه حتما که آقای خامنه‌ای دستور میده به صادق لاریجانی که مرتضوی رو حتما زود از زندان آزادش کن. 8 اسفند 91 اولین جلسه دادگاه کهریزک برگزار میشه. کهریزک که میدونید داستانش چیه، از جوانای مردمو که تو تظاهرات خیابون 88 گرفته بودن به دستور مرتضوی و دو قاضی دیگه که عرض کردم میفرستن سوله‌های کهریزک، اونجا عده‌ایشون رو زیر شکنجه میکشن که یکیشون پسر روح الامینی از نزدیکان رهبر بود و همین باعث میشه که قضیه به راحتی ماسمالی نشه. خلاصه شب اولین جلسه دادگاه که فرداش قرار دادگاه برگزار بشه، سیمای جمهوری اسلامی میاد یه گزارش کوچیک پخش میکنه. قاضی معروف در جایگاه متهم. دادگاه پرونده قضات تعلیقی متهم در موضوع بازداشتگاه کهریزک فردا به ریاست قاضی خراسانی در دادگاه کیفری تهران برگزار میشه و اونطور که گفته شده با تشخیص قاضی پرونده جلسه دادگاه میتونه علنی هم برگزار بشه. درست؟ میتونه علنی هم برگزار بشه. ما منتظر بودن روز دادگاه فردا یا همین خبری که شنیدین، سعید مرتضوی با نوار ضبط شده از مکالمه تلفنیش با یکی از آقایون آقازاده ها که آقا شده به قول آقای خامنه ای میره دادگاه. نوار مکالمه با کی؟ با مشتبه خامنه ای که ازش مرتضوی تعیین تکلیف کرده بود درباره جوانای بازداشت شده سال 88. یک ربع ساعت قبل از شروع دادگاه اعلام میشه که دادگاه غیر علنی است. مرتضوی تو بود، خبرنگار متفرق شد. علیرغم اینکه قرار دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک به صورت علنی برگزار بشه، عرض کردم بدون حضور خبرنگاران و همراهان و شاکیان برگزار می شود. سعید مرتضوی از دادگاه که میاد بیرون خبرنگارا میرن سراغش. من در اون ایام به جهت دفاع از رساله دکترا اصلا مرخصی بودم و حضور نداشتم. انتصاب اتهام مشارکت خلاف موازین حقوقی و قضایی است. حالا ببینین دیگه، این از اینجا این دروغ رو درست میکنن تا بعد میرسه 28 مرداد 94 که اصلا تبرئه بشه. گفت من از همون موقع مرخصی بودم، بی خود یقمو گرفتم. دادستان دستگاه قضای مملکت امام زمان، ببین چقدر راست میگه. حدود 19 تیر 88 ما داخل یعنی به کهریزک انتقال پیدا کردیم و 23 تیر 88 ما از کهریزک به زندان اوین منتقل شدیم. ما واقعی که داخل اوین شدیم، خب شرایط خیلی بدی داشتیم. یعنی هممون بو میدادیم و مجبور بودن برای ما درمانی ایجاد کنن. بعد اونور محسن حالش بد بود، امیر تو راه فوت کرده بود. بعد من موقعی که اوین رفتم شرایط خیلی خوبی نداشتم، منو به شدت مورد آزار و شکنجه قرار داده بودن مسئولین بازداشتگاه کهریزک. و در همون هنگام آقای سعید مرتضوی داخل زندان اوین اومد و من چون بدنم پر از جراحت بود، ممکن بود حال منم خراب بشه و خدای نکرده به دوستانم بپیوندم، آقای مرتضوی با من دیدار کرد و من گفتش این زخما از کجا رو بدن شما هستش. گفتم در کهریزک این اتفاق افتاده. گفت آیا شاهدی دارید؟ اون کسی که بغل منو گفت بله ایشونو داخل کهریزک زدن. بعد به اون
دوستی که با ما بود در زندان کهریزک به ایشون خیلی باش بد برخورد کرد و ایشون رو فرستاد داخل همون قرنطینه یک زندان اوین فرستادش. بعد به من گفتش که هیچ جا نباید بگی در کهریزک این اتفاق افتاده، باید بگی بیرون از کهریزک این اتفاق برای شما افتاده، که من گفتم من این همه شاهد دارم. گفت نه، ما شاهدها رو درست میکنیم، اونا همشون میگن که در کهریزک هیچ اتفاقی نیفتاد. بله، آقای علیزاده از زندانیای دوره کهریزک خوشبختانه جان سالم به در برد. گفته بود مرتضوی من مرخصی بودم دیگه. همین فشارهایی که رو علیزاده میاره و بقیه بچه‌ها تو کهریزک، همین فشارها رو روی رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک میاره. مرتضوی میخواد که اون پزشک وظیفه گزارش کنه که این بچه‌ها که کشته شدن از ذات‌الریه مردن. آخرش هم جسد رامین پوراندرجانی رو، پوراندرجانی، واقعا من هر وقت میخوام اسم این آدم رو بگم، بارها گفتم اسمش با افسوس همیشه همراهه، جسدش رو پیدا میکنن چون نخواسته بوده بگه اینا از واتوریه مرده، اینایی که چکنجه شدن. به هر حال اون موقع دادگاه مرتضوی رو 200,000 تومان جریمه میکنه که چرا گزارش کذب دادی، چرا دروغ گفتی. سعید مرتضوی و دو قاضی دیگه متهم در پرونده از قضاوت کردن هم معلق میشن، چون به هر حال یکی از نزدیکای رهبر پسرش تو همون کهریزک کشته شده. ولی اینطوری نیست که سعید مرتضوی خدای نکرده تنبیه بشه، از قوه قضاییه میبرنش تو دولت، میشه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. حیدری فرد هم با خودش میبره تو همون ستاد اون قاضی دیگه رو. همینجا واسین ببینید، 200,000 تومان جریمه شده بود برای دادن گزارش کذب. خب حالا این دادگاهی که پرونده رو رسیدگی مجدد کرده و حکمش همین 28 مرداد 94 همین چند روز پیش صادر شد، میگه چی؟ میگه سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل، بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع یا گزارش کذب تبرئه شد. یعنی چی؟ یعنی اون حکم اولیه‌ای که 200,000 تومان جریمه شده بود باطل. یعنی چی؟ یعنی تا اینجا مرتضوی 200,000 تومان از قوه قضاییه طلبکار، حالا بیشتر از اینا هم طلبکار ها از جاهای دیگه که خواهم گفت. یه طلبش حیثیتیه، یه طلبش مالیه. حیثیتش اینه که آبان ماه سال جاری دیوان عالی کشور نیز حکم قضایی علیه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را در ارتباط با پرونده کشته شدن معترضان در بازداشتگاه کهریزک تأیید کرد. طبق این حکم سعید مرتضوی به طور دائم از شغل قضاوت محروم و 5 سال از احراز مشاغل دولتی نیز منع شد. خب حالا که دادگاهی که رسیدگی مجدد کرده و حکمش 28 مرداد 94 اعلام کرد او را از اتهامات مربوط به کهریزک کاملا تبرئه کرده، خب باید ازش اعاده حیثیت بشه، برگرده به قوه قضاییه و تمام اون محرومیت و اینا از بین بره، به شغل حسابی هم بهش بدن، چون باید اعاده حیثیت بشه، شاید دوباره دادستان تهرانش بکنن که وا مصیبت ها چجوری میشه داستان. آقای سعید مرتضوی پس از خاتمه کار در دادستانی تهران با سمت معاون دادستان کل کشور در حال انجام وظیفه بودند که به درخواست رئیس جمهور و موافقت ریاست قوه قضاییه به مدت 2 سال به قوه مجریه مأمور گردیدند و پس از خاتمه 2 سال و با وجود اطلاع از تعلیق آقای مرتضوی به مدت 2 سال دیگر نیز با تمدید مأموریت ایشان موافقت فرمودند آقای صادق لاریجانی، در حالی که اگر ایشان از قوه قضاییه منفک شده بودند ریاست محترم قوه قضاییه نمی بایست مأموریت ایشان را تمدید می کردند. اینا رو وکیل پرونده اولیای دم و وکیل از وکلای اولیای دم و وکلای تامین اجتماعی است که داره میگه. رئیس قوه قضاییه عرض کردم جناب صادق خان لاریجانی که همیشه چنان حرف میزنه که انگار اون میدونه عدالت یعنی چی و بقیه همه نادانند، قاضی از قوه قضاییه معلق شده رئیس قوه قضاییه به جای اجرای عدالت با همدستی احمدی نژاد مأمورش میکنن به ریاست صندوق اول مبارزه با کالا و ارز، بعدن به ریاست صندوق تأمین اجتماعی، بعد از 2 سال هم تمدید میکنن اینو.
گماردن قاضی معلق به کار اداری و یا هر گونه تغییر در وضعیت استخدامی او از جمله انتقال مأموریت و غیره در این دوران با تعلیق او تعارض داشته و امری خلاف قانون است و بر اساس ماده 13 قانون فوق ذکر تبدیل وضعیت یعنی قانون استخدامی تبدیل وضعیت استخدامی قاضی از قضاوت به وضعیت اداری در زمره مجازات های انتظامی محسوب شده و نیازمند طی مراحل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات است، چرا که قصد قانونگذار یا قاضی تعلیق کارمند از خدمات دولت به سبب سلب اعتماد از کارمند متهم بوده است. و مسئله مهمتر این که کارمند معلق را نمیتوان مستخدم دولتی تمام عیار محسوب کرد تا بتوان نظیر یک مستخدم فعال با او برخورد کرد. این صحبت وکیلایی است که حالا من یکیشو براتون خوندم، بارها و بارها تو دادگاه مطرح شد. مرتضوی با حکم احمدی نژاد میشه رئیس سازمان تامین اجتماعی، همسرش دکتر هما فلاح تفتی رو اول به ریاست بیمارستان شریعت رضوی وابسته به سازمان تامین اجتماعی منصوب میکنه، بعدم به سمت مدیر کل آموزش و پرورش یه حکم براش میزنه که توش نوشته نظر به مراتب تعهد، تخصص، تجارب جناب عالی و با عنایت به پیشنهاد معاونت اداری و مالی به موجب این حکم به سمت مدیر کل آموزش و پژوهش منصوب میشوید. حقوق ماهیانه 6 میلیون تومان. مرتضوی خودش چقدر حقوق واسه خودش داده؟ نزدیک 18 میلیون تومان موقعی که ماهانه، موقعی که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی. این رقم ها بی خود نیست، در ادامه خواهیم گفت ها، چون کلید بزرگترین صندوق مالی دولت دستش، هر کاری بخواد میتونه بکنه، حساب کتابی هم که در کار نیست، پشتش هم گرمه. یک کتابو که نویسندش هم نام فامیل همسرشه 30 میلیون تومان میخره بین اعضا توزیع میکنه. تو اسنادی هست که آمده است که 300 میلیون ریال بابت دریافت 2000 جلد، تو این اسناد دارین میبینین دیگه، بابت دریافت 2000 جلد کتاب دوستت دارم مادر نوشته محمد رضا فلاح تفتی، هم فامیل همسر مرتضوی، با چک سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده. گزارش تحقیق و تفحص مجلس نوشته این کتاب هیچ ارتباطی با حوزه تامین اجتماعی ندارد. خب نداشته باشه. اردیبهشت 91 دیوان عدالت اداری میاد حکم میده که مرتضوی غیر قانونی است در ریاست سازمان تامین اجتماعی، به چند دلیل که یکیش این است که اولا پزشک نیست، چون باید طبق اساسنامه و آیین‌نامه پزشک باشه تا بشه رئیس، قبلا هم همشون پزشک بودن که رئیس صندوق تامین اجتماعی بودن، و ضمناً سابقه مدیریت باید داشته باشه در سازمان که نداره، اصلا نبوده در این صندوق، که 35 میلیون نفر زیر پوشششن، نزدیک 35 میلیون نفر. هیئت وزیران دولت احمدی نژاد میاد، چون گفته بودی دیوان عدالت اداری که غیر قانونی است مرتضوی در ریاست صندوق تامین اجتماعی، میاد چیکار میکنه؟ مرداد 91 میاد اسم صندوق تامین اجتماعی رو عوض میکنه، اسمش رو میذاره سازمان تامین اجتماعی، یعنی رو کاغذ صندوق میشه سازمان، یعنی صندوق منحل میشه و سازمان تاسیس میشه رو کاغذ. تا چی بشه؟ تا قانونن بتونه سعید مرتضوی رو بذاره در رأس همین صندوق، حالا به اسم سازمان. بعدم اعلام میشه وزیر کار با پیشنهاد هیئت امنا وزیر کار با پیشنهاد هیئت امنا سعید مرتضوی را به عنوان مدیر عامل سازمان انتخاب کرد. قبل از اینکه ببینید بعضی کارهای او و کل حکومت در تامین اجتماعی و دزدی از قبل نفت و غیره رو بگم، بزنید یه اشاره بکنم به این حقوق 18 میلیون تومانی مرتضوی و طلبی که میگه الان داره. گفتم طلب داره، اول اینو گوش کنین بعد برگردیم. ایشون محکوم شدن جمعاً به 1 سال حبس که دادگاه با توجه به جمع اوضاع احوال و راحت وضعیت شغلی و خانوادگی و اینها، خب حق دارن دادگاه که از موارد مخفف استفاده کنن، نهایتا 6 ماهشون تعلیقی است ولی 6 ماهش جمعا اجرایی است که به هر حال در موردشون اجرا میشه. و رد مال هم شدن ایشون؟ بله، رد مال هم جمعا در اون مدت تقریبا 6 ماهی که ایشون برخلاف نظر دیوان عدالت اداری این تصدی رو انجام دادن، تحصیل مال نامشروع و حکم به رد مال داده شده که از قرار هر ماهی تقریبا 7,590,000 تومان می باشد که جمع شده 46,274,000 تومان.
خب ایشون وکیل تامین اجتماعی بودن که حتما سهواً دقیقاً نفرمودن، یعنی این 6 ماه فقط نبود که برخلاف رأی دیوان عدالت اداری مرتضوی سرپرست تامین اجتماعی بود. ولی به هر حال مرتضوی میگه چه رد مالی، تامین اجتماعی باید به من رد مال بکنه، من طلبکارم. میگه حقوقی که در این مدت یعنی دوره سرپرستی به من داده میشد به صورت علل حساب بوده، لذا به کار بردن تحصیل مال غیر قانونی در این مورد صحیح نیست. علل حساب به این معناست که در آخر هر دوره که هیئت امنا حقوق مدیر کل را قطعی کرد، اگر مشاهده شد که مدیر حقوق بیشتر از حق مدیریتش گرفته، آن اضافه‌ای که گرفته ازش پس گرفته میشود و اگر کم دریافت کرده باشد بقیه حقوق به او پرداخت میشود. بعد میگه چون من کم گرفتم و به همین دلیل 68 میلیون تومان طلبکارم، بنابراین ولو اینکه اینا بگن بابت این 6 ماه سرپرستی اصلا حقوق به تو تعلق نمیگیرد و 48 میلیون تومان از این مبلغ را کسر کنن، باید 20 میلیون تومان باقی مانده را به من بپردازن و چیزی برای رد مال و حبس باقی نمیماند. بین حساب کنیم، مرتضوی میگه 65 میلیون تومان طلب دارم از سازمان تامین اجتماعی. ببینین بابت 6 ماه دوره سرپرستیش، 6 ماه حدود 45-46 میلیونی که گرفته، یعنی ماهی حدود 7.5 میلیون تومانی که حقوق علل حساب براش میزدن باید پس بده. خب حالا میگه 65 میلیون طلبکارم، ما پاورپوینتمون هم کار نکرد. میگه طلبکارم یعنی چی؟ یعنی باید مثل قبل، خب ببینین این 6 ماه ضرب در بله حقوقی که میگرفت میشه در مجموع 46 تا. بعد میاد موقعی که مدیر عامل بود حقوقش رو حساب میکنن، یعنی ماهی 17 میلیون خورده ای، 18 میلیون 6 ماهش میشه چقدر برای خودش میزد؟ میشه 108 میلیون تومان. این منهای 46 میلیون تومان میمونه 62 میلیون خورده ای. خب این میگه 65 میلیون طلبکارم، حالا با پایین و بالاش یعنی چی؟ همین حساب کتاب کافی است که ثابت بکنه، هیچ کم نیاد اعلام بکنه، هیچ کس اعلام نکنه، همین کافی است که ثابت بکنه که حدود 18 میلیون تومان ماهانه برای خودش حقوق میزده و الان طلبکاره. یا اون بوده حقوق من، برای چه 7 میلیون و 590 تا به من میدی موقعی که سرپرستم؟ حالا بزنید چند نمونه کوچکم میگم از خدمات همین شخص طلبکار. تنها یکی از جملات کوتاه گزارش 84 هزار صفحه‌ای تفحص از تأمین اجتماعی نشان داد 6 میلیارد و 243 میلیون تومان برای پرداخت به حدود 50 نفر از اعضای هیئت امنا، 6 میلیارد به حدود 50 نفر از اعضای هیئت امنا، مدیر عامل و مدیران سایر سطوح سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و تنها سهم یک نفر 400 میلیون تومان بوده است. این پرداخت‌ها به امضای سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی رسیده. مرور بند بند گزارش 80 هزار صفحه تفحص از تامین اجتماعی نشان می‌دهد که در بند 24 گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال 91 مدیر عامل و تمامی اعضای هیئت مدیره شامل آقای سعید مرتضوی، صمد الله فیروزی، بهنام پرهیزکار، علیرضا عسکریان، نورالدین شهنازی زاده، علیرضا کوچک سرایی و عزیز دولتخواه هر کدام 500 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه دریافت کردند که در این موضوع در سالهای قبل به جز 3 فقره وام ضروری و بدیعه مسکن فقره دیگری مشاهده نشد. حالا به نماینده های مجلس. همچنین در بند 27 این بخش گزارش مجلس اومده، تحقیق و تفحص مجلس، میگه مبلغ 1 میلیارد و 350، مبلغ 1 میلیارد کارت هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه سازمان در اختیار مدیر عامل سازمان به 37 نماینده مجلس با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات در اردیبهشت سال جاری سند خورده است، همون سال 91. خب قوه قضاییه که اینا رو دنبال نمی‌کنه، اینا درباره محمد رضا رحیمی که مثلا محکوم شده به 10 سال زندان و همچنان در مرخصی است دنبال نشد، چه برسه به مرتضوی که عزیز کرده است. ببینید دیگه، این محمد علی پور مختار در گفتگو نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا ازش میپرسند که آیا پاسخ استعلام های 170 کاندیدای مجلس هشتم که از محمد رضا رحیمی پول گرفته اند به این کمیسیون داده شده یا خیر؟ پورمختار میگه قوه قضاییه هنوز پاسخ استعلام را به ما نداده.
این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد. اگر مسئولان قوه قضاییه قائل به این موضوع هستند که مسئله به شکلی رسانه‌ای شده صحت ندارد، خب این موضوع رو در قالب پاسخ استعلام به کمیسیون اصل 90 ارائه دهند، ولی تاکنون پاسخی به این استعلام داده نشده است. یه نماینده مجلس دیگه قاضی پور میگه مرتضوی تخلف‌های عدیده انجام داده و هیچ همشهری نبوده که از او پولی نگرفته باشد. او 51,000 میلیارد منابع سازمان را 17,000 میلیارد تومان به بابک زنجانی فروخت و زنجانی هم چک ضمانت داد و آن چک‌ها تا وزارت نفت رفت که میگه مفسدش روز مفاسد کلان اقتصادی است. حالا همین چکای ضمانت رو مجتبی نظری وکیل سازمان تامین اجتماعی میگه چکهای رد و بدل شده بابت ضمانت بوده. چرا تعدادشان 4 تا یا 5 تاست؟ و نکته دیگر این که اختلاف رقم چک ها با رقم مندرج در تفاهم نامه وجود دارد. 2 میلیارد ین بیش از رقم تفاهم شده. چک را شخص مرتضوی نوشته و گفته شده علت تفاوت رقم خطای چشمی بوده است. خبرنگار میپرسه به نظر شما چرا پرونده ایشان تکه تکه دادسرا رو به دادگاه میاد؟ میگه این سوالیه که ما هم با آن ایراد داریم، حالا دیرتر بشود ولی همه با هم بیاید چه اشکالی دارد؟ ما راضی نبودیم که الان فقط بحث مشروع بودن یا نبودن حقوق ایشان و غیر قانونی بودن سمت ایشان مطرح شود. بحث بیشتر مربوط به عملکرد ایشان است. مسائل اصلی پرونده ایشان یکی همین تبانی در انجام معامله مثل مورد آقای بابک زنجانی است. گیرم چند میلیون تومان هم برگرده. تفاهم نامه نوشتن و ظاهرا چک های تحت عنوان تضمین به میزان 400 حدود 450 میلیارد ین ژاپن دادند، یعنی چیزی حدود 350 میلیارد یورو. یعنی این رقم رو تونتون ما میگیم میریم. از سوی رقم چک ها رو 2 میلیارد بیشتر از مبلغ مندرج در تفاهم نامه نوشتن. ما گفتیم چرا این تضمینی است، چک تضمینی به جای اینکه 442 میلیارد خورده ای نوشته شود چرا 444 میلیارد یعنی 2 میلیارد به ضرر سازمان نوشته شده؟ گفتن اشتباه چشمی است. مدیر آقای تیردادخانی، مدیر امور مالی وقت سازمان تامین اجتماعی، در نامه ارسالی به معاون وقت مالی اداری سازمان عنوان کرده ارقام توسط آقای مرتضوی نوشته شده است. چک ها را هم خودش نوشته است. یعنی خودش بلند شده رفته بانک مسکن گفته چک را الان بنویسید و همین الان هم به من بدهید. درست؟ بعدم وکیل ادامه میده آقای نظری. میگه اگه چک تضمینی است چرا 5 تاست؟ چک تضمینی میتواند یکی باشد. بعد خودش میگه دلیلش چیه. میگه 5 تا چک برای این است که دفعه دیگر هم از آن استفاده کنم. ایشان هر دفعه رفته با این چک ها چند تا کشتی نفت خریده، پولش هم نیبرده. چک تضمینی دیگه چک رو نداده. هر بار رفته با اینا و در واقع این آقای مرتضوی همدست او بوده است. اینا رو آقای مشتبه نظری میگه، وکیل سازمان تامین اجتماعی. همینجوری بیایم جلو، من تون تون بگم. چرب کردن سیبیل یار همراه حیدری فرد، اون هفتیرکش پمپ بنزین اصفهان که معلوم نشد اصلا چی شد، هیچ خبری هم نشد، داره راست راست راه میره. بارها شنیدین تو این برنامه حیدری فرد رو با خودش میبره تو ماجرای کهریزک. تو ماجرای کهریزک هم معلق میشه، میبرتش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. بله ایشون سمت چپ تصویر. خب مثلا آقای مجتبی نظری وکیل سازمان تامین اجتماعی ادامه میده، میگه مثلا ایشان آمده، یعنی مرتضوی، مبلغ 50 میلیون تومان برای امور پژوهشی و تحقیقاتی برای تهیه پیشنویس لایحه قانون جامع سازمان تامین اجتماعی داده و همچنین مشاوره. جلو اسم دریافت کنندگانم کد آمده است، در حالی که اگر شما واقعا مشکلی ندارید چه لزومی دارد که کد بگذارید؟ خب اسم طرفو بذارید. یکی از اینها همین آقای حیدری فرد بوده که در همین بگیر و ببندها نقش داشت. خب بازم حق و سکوت به خودیا. اینها به هر حال همه با خودشان هماهنگ کرده و از این مزایا استفاده کردند. من دیدم که نفری 12 میلیون به همین هیئت مدیره پاداش داده شده. وقتی 12 میلیون به کسی بدهند زبانش کند می‌شود. چقدر حق حساب داده؟ چند تا شریک داشته؟ کیا بودن اینا که با هم خوردن؟ از پول بیمه حدود 35 میلیون حقوق بگیره بدبخت. کارگر که 24 هزار تومان حقوقش درجا برشته میشه میره تو برای بیمه تامین اجتماعی. جواب حیرت منو شما رو آقای مجتبی نظری میده. وکیل سازمان تامین اجتماعی میگه اینها اصلا فکرش رو هم نمی‌کردن که روزی این مسائل مطرح شود. اگر حدس می‌زدن که روزی اینها برملا شود هرگز این کار را نمی‌کردن. اینها فکر می‌کردن دولت آقای احمدی نژاد برای همیشه جاویدان خواهد ماند و اگر هم برود آقای مشایی می‌آید.
و فرزند خود احمدی نژاد می شود وزیر. به هر حال چنین نقشه هایی در ذهنشان بوده است، وگرنه یک آدم عاقل چنین کاری نمی کند. حمایت های آقای خامنه ای رو همیشه پخش کردیم ازتون براتون از دولت احمدی نژاد به عنوان بهترین دولت بعد از مشروطه. فکر نمی کردن که با این پشتیبانی رهبر دولت احمدی نژاد برود. یادتون اول برنامه گفتم که عباس علی علیزاده زمانی که مرتضوی 20 سالش بود رئیس دادگستری استان کرمان بود و همین علیزاده مرتضوی رو معرفی کرد به محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه، درست؟ حالا در اسناد تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی آمده یکی از اتهامات سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی کمک به مؤسسه است که خود مرتضوی نایب رئیس آن مؤسسه، اصغر جهانگیر رئیس اسبق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه عضو هیئت مدیره و عباس علی علیزاده رئیس کل پیشین دادگستری تهران نیز رئیس هیئت مدیره آن مؤسسه بوده است. عباس علی علیزاده اول کرمان بود، رئیس دادگستری کرمان بود، بعد یه دوره شد رئیس دادگستری تهران. حالا این مؤسسه چیه؟ کانون نخبگان عدل تهران که مخفف شده ایتام، اصلا وجود خارجی ندارد. طبق اسناد تحقیق و تفحص مجلس آدرس این کانون از ابتدا و آنچه در اسناد آمده مطلقا جعلی و قلابی است. خیابان آزادی، پلاک 81، طبقه اول، واحد شماره 7، اصلا هم چیزی وجود نداره. بعد این سه نفر چقدر خوردن؟ مرتضوی و عباس علی علیزاده و اصغر جهانگیر رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه چقدر خوردن؟ از تیر 90 تا مرداد 92 فقط 700 میلیارد تومان. اینا تو اسناد تحقیق و تفحص مجلس 700 میلیارد تومان. حجت الاسلام عباس علی علیزاده الان کجاست؟ عرض کردم عضو یکی از شعبات دیوان عالی قضایی کشور. نعمت احمدی حقوقدان در تهران، ایشون میگن که برخورد قوه قضاییه طوری است که انگار سعید مرتضوی همچنان مسئولیت قضایی داره. قوه قضاییه به آقای مرتضوی داره با هنوز به همون دیدگاهی نگاه میکنه که ایشون عضو قوه قضاییه، هرچند که از سال دوم نوبت دوم حکومت آقای احمدی نژاد آقای مرتضوی وقتی که از قوه قضاییه رفت به قوه مجریه در موافقت نامه‌ای که رئیس قوه قضاییه آیت الله لاریجانی نوشتن که موافقت میشه با قاضی انتقال قاضی معلق. بله، یعنی مرتضوی واقعا پدیده است در دولت احمدی نژاد، هرچند زبونم نمیگرده، انصافا هیچ کس به گرد احمدی نژاد نمیرسه که عرض کردم با حمایت مستقیم آقا تا تونست انصافا تاخت. کمی وقت داریم، شاید برسیم که یکی از کارهایی که کرده احمدی نژاد ماجرای مرتضوی و بابک زنجانی است، یکی دیگه که تازگی ها علنی شده ماجرای دکل گم شده است. ببینین، من فقط صحبتی از آقای بیژن زنگنه رو پخش میکنم، بقیه برنامه با مانت هفته آینده که این ماجرای دکل گم شده صورت مسئله شو بشنبین. بریم و برگردیم. یک دکلی میاد خریداری میشه به مبلغ حدود 88 میلیون دلار توسط یک شرکت به نام تأسیسات دریایی. این شرکت یه مقدارش متعلق به صندوق بازنشستگی نفت، بقیهش هم به تعاونی فکر کنم بازنشستگان ناجا و یه کمی هم پرسنل سهم داره. این دکل مبلغ 88 میلیون دلار یه شرکتی خریداری میشه که حدودا 20 روز قبل از اون ثبت شده بوده، یعنی اصلا ثبت شده بوده 20 روز عمرش میگذشت. چند روز قبل از خرید این دکلم توسط شرکت تأسیسات دریایی، خود اون شرکت میره از یه شرکت دیگه ای آرژانتینی یه دکلی میخره، همین دکلو میخره به مبلغ 66 میلیون دلار، بعد میفروشه به اینا 88 میلیون دلار. خب ببینید، این ماجرای دکل گم شده رو و بقیه صحبت‌ها رو در پیوند با مرتضوی به ویژه همین دکل رو باز خواهیم کرد. موضوعشو بذارین برای
جمعه آینده. ادامه همین بحث در واقع با تمرکز بر ماجرای دکل گم شده و مسائل دیگر. حالا بریم پرده آخر رو ببینیم. بله، پرده آخر امشب یک پرده آخر اندکی ویژه است، در واقع جمع‌بندی آنچه هایی است که شما در این 50 دقیقه دیدین و شنیدین. منظورم اینه که منتظر نباشین بخندین. دقیقاً معنای ولایت فقیه نوشتن در کتب فقهی همین آقایان که مانند ولایت پدر بر فرزند صغیر است، مانند ولایت بر افراد مجنون است که نمیتوانند اداره جامعه خود را، امور خود را اداره کنند. میپندارند مردم در حوزه عمومی محجورند، رشید نیستند، مصلحت خود را تشخیص نمیدهند. باید کسی باشد به جای آنها تصمیم بگیرد تا گول شیطان نخورند، تا فریب شیطان نخورند. میگویند ما مصلحت شما را بهتر از شما تشخیص میدهیم. ما تشخیص دادیم موسوی رئیس جمهورمان باشد، میگویند غلط کردید. درست این است که احمدی نژاد رئیس شما باشد. میگوییم مخالفیم، میگویند غلط کردید که مخالفید. گلوله نصیبتان میکنیم. بازی که در ایران شروع شده است دقیقاً این است که در حوزه عمومی چه کسی حرف آخر را میزند. مردم میگویند ما، رهبر میگوید من. مگر میتوان پارلمان داشت و حزب نداشت؟ مگر میتوان حزب داشت و برای رسیدن به قدرت از طرق مسالمت‌آمیز و قانونی استفاده نکرد؟ اسم این کار رو گذاشتن انقلاب مخملی. اگر من آمدم در یک حزب کار تشکیلاتی کردم که قدرت را به شکل قانونی به دست بگیرم، گفتن نگفتیم اینها میخواهند به شکل نرم قدرت را از ما بگیرن. من با وضوح میگویم بله، ما میخواهیم قدرت را به شکل قانونی از شما بگیریم. این مردم ایران هستند که میخواهند قدرت را از شما پس بگیرن. بله، شب و روزگار خوش.